خب بسم الله الرحمن الرحیم. لکچر دوم هست و در این بخش یا در لکچر دوم ما معرفی میشیم با اسکویل سرور، این که اسکویل سرور چی است و کدام ریشن ها را دارد یا کدام نسخه ها را دارد، و در ضمن بعضی معلومات درباره تی اسکویل و ای که اسکویل سرور متشکل از چند بخش هست، و در ضمن بخش دومی که SSMS چیست، یعنی SQL Server Management Studio، و در بخش پرکتیکال چطور میتونیم یک دیتابیس را کرییت کنیم و چطور میتونیم یک کیوری را رن بسازیم یا اجرا کنیم در مقابل دیتابیس خود. خب در بخش اول SQL Server، SQL Server پروڈکت کمپانی مایکروسافت هست و یک DBMS هست، یعنی Relational DBMS هست، و ریلیشنال دی بی ام اس را قبلا در لکچر قبلی تعریف کرده بودیم که ریلیشنال دی بی ام اس یک سافت‌ویر هست و به خاطر ذخیره کردن و حفاظت و در ضمن زمینه را برای اکسس کردن دیتا مساعد میسازد می باشد. خب اسکویل سرور ایدیشن های مختلف دارد که بعضی از ایدیشن هایش فری آف کاست می باشد، یعنی اوپن فری آف کاست است. بله، مثلا ایدیشن هایش انترپرایز ایدیشن دارد، دیولپر ایدیشن دارد، و در ضمن اکسپرس ایدیشن است. اکسپرس ایدیشن اون ایدیشن است که فری آف کاست هست، یعنی بدون قیمت ما میتونیم آن را دانلود کنیم و از آن استفاده کنیم. خب اسکویل سرور یک بخش دیگر هم دارد، یعنی تنها اسکویل را سپورت نمی کند بلکه تی اسکویل هم دارد، و تی اسکویل که هست یا تی اسکویل که هست او در حقیقت ترانزکت اسکویل هست یا ترانزکت اسکویل هست. خب ترانزکت اسکویل مانندی که پروسیجر یا پی ال اسکویلی که ما در اوراکل داریم می باشد، یعنی بخشی پروگرامینگ را در بر می گیرد که در این قسمت ما لوکل وریبل ها را داریم، فنکشن های وجود داره یا داریم به خاطر پروسس کردن سترینگ، فنکشن های داریم به خاطر پروسس کردن دیت یا تاریخ، و دیگر فنکشن های الجبری یا ریاضی که هم در آن شامل هست و آن را سپورت می کند. خب میان بر این که بخش بعدی ما این است که SQL Server consists of DBMS engine and SSMS. خب SQL Server در مجموع اگر فکر کنیم متشکل از دو قسمت هست. یک قسمتش دیتابیس انجین هست. دیتابیس انجین چی هست؟ دیتابیس انجین در حقیقت اون سرویس هایی است که در بک‌گراند ران می شوند، و به خاطر از اینکه ما با دیتابیس انجین دسترسی داشته باشیم چیز دیگری نیاز هست، یک سافت‌ویر نیاز هست، در حقیقت یک انترفیس هست. SSMS یعنی SQL Server Management Studio یک تول هست، یک وسیله هست که توسط از این ما با DBMS وصل شده با DBMS خود وصل شده میتونیم و دیتا را اکسس کرده میتونیم. خب این که SSMS چی است بعدا هم معرفی میشود، یعنی خود SQL سرور ما این دو بخش را دارد، یکی دیتابیس انجین هست گفتیم که اون سرویس هایی هست که در بک‌گراند در حالت اینجوری ها می باشند، و یکی هم SSMS هست. می بریم که SSMS چی هست؟ SSMS گفتیم از SQL سرور منیجمنت استودیو گرفته شده و یک تول هست، یک وسیله هست که توسط از این ما به سرور لاگین شده می تانیم، چی ریموتلی باشد و یا هم چی لوکلی باشد، پس به این سافت‌ویر نیاز هست و یا به این میانجی هست، حیثیت میانجی را دارد، انترفیس هست، توسط از این ما به سرور لاگین شده می تانیم یا لوکلی و یا هم ریموتلی به سرور اگر می خواستیم لاگین شویم از این سافت‌ویر استفاده می شود. خب من در بخش از اینکه چطور بتونیم یک دیتابیس رو کرییت کنیم و خاطر از اینکه دیتابیس رو کرییت کنیم، من در قسمت از اینکه ما SQL سرور رو ابتدا باید باز کنیم و این هست SSMS ما یا SQL سرور منیجمنت استودیو، این را باز میکنیم، این صفحه ظاهر میشه.
خب به خاطر از اینکه ما لاگین شویم به سرور چند طریقه وجود داره. طریقه اول این است به مو یوزر اکاونتی که در زمان اینستالیشن ما دادیم توسط از ما لاگین شده میتونیم. مثلا یوزر اکاونتی را که ما انتخاب کرده بودیم او عبارت از سونی پی سی هست و اینجا یوزر را انتخاب میکنیم و اینجا هم باید مطمئن باشیم که ویندوز اتنتیکیشن باشه. پس ویندوز اتنتیکیشن هست و بعدا براتش میگیم کنکت و به سرور چی شدیم لاگین شدیم. طریقی بعدی ای است که ما از اینجا دیسکنکت کنیم. اگر می خواستیم پاس کنکت کنیم اینجا کلیک میکنیم. طریقی بعدیش ای است که ما یک یعنی آی پی را وضع کنیم. کدام آی پی است؟ 127.0.0.1 هست. این لوپ بک آی پی هست که از این طریق هم ما می توانیم به سرور چی شویم لاگین شویم. پس این را پرس میکنیم انتر را و به سرور لاگین میشیم. طریقی بعدیش ای است که ما میتونیم از این طریق نوشته کنیم که لوکال هاست اگر هم یوزر نیم خود را بتیم یا سرور نیم را بتیم و در اینجا دیتابیس انجین انتخاب است و اینجا هم بیشتر ذکر کردیم که ویندوز اتنتیکیشن هست و از این طریق ما میتونیم لاگین شویم. و یا هم طریقه بعدیش ای است که اگر میخواستیم لاگین شویم در اینجا قوس کوچک را باز میکنیم و نوشته میکنیم لوکال و قوس را دوباره بسته میکنیم و در اینجا کلید انتر را پرس میکنیم و به دیتابیس لاگین میشیم. خب وقتی که لاگین شدیم چطور میتوانیم یک دیتابیس را ایجاد کنیم؟ بخاطر اینکه دیتابیس را ایجاد کنیم از طریق سکریپت یعنی SQL کود هم میتونیم که ما دیتابیس رو ایجاد کنیم و از طریق گرافیکلی یعنی GUI هم میتونیم که دیتابیس رو ایجاد کنیم. مثلا در این قسمت اگر بیاییم بعضی دیتابیس ها رو ما در اینجا میبینیم که قبلا ایجاد شده هستن و بعضی دیتابیس هایی هستن و یا تیبل هایی هستن دیتابیس هایی هستن که پری دیفاین هستن و از خود SQL سرور میباشد که آنها رو نباید دلیت کرد. خب اگر میخواستیم دیتابیس را کریت کنیم گرافیکلی در این قسمت میاییم و در اینجا رایت کلیک کرده و بخش نیو دیتابیس را انتخاب میکنیم و لازی کلیک میکنیم و در این قسمت برای دیتابیس خود نام میتیم و دیتابیس کریت میشود. خب کمی وقت را در بر میگیره. بله در اینجا دیتابیس را کریت میکنیم. مثلا نوشته میکنیم که My database رو اینجا نام دادیم و در اینجا ما میبینیم که دو نوع فایل کریت میشه. چند نوع فایل کریت میشه؟ دو نوع فایل کریت میشه. به خاطر از اینکه ما فایل های خود را شناسایی کرده باشیم در اینجا انتخاب میکنیم کنترل A و کنترل C میکنیم که بعدا اینها را تعریف میکنیم که اینها کدام نوع فایل ها هستند. خب در این قسمت نام دادیم و در این قسمت initial size ذکر گردیده است که در حقیقت 2 MB است و برای log فایل ها هم در اینجا ذکر گردیده که 1 MB هست و اینجا چی کار میکنیم؟ add نمیگیم بلکه چی میگیم؟ OK. زمانی که OK کنیم خب این دیتابیس نامی هست که قبلا به این نام ما یک دیتابیس کریت کردیم. پس نامش را چینج میکنیم 1-2 و فعلا اگر ببینیم که OK دیتابیس کریت می شود. بله دیتابیس کریت شد چون این نام را قبلا در اینجا داده بودیم از بخاطر ایرر مسیج داد و ما اینجا یک بار این را ریفرش می سازیم. بعدا می بینیم که my database 12 کریت شده و در داخل خود کدام بخش را دارد و بعدا بحث می کنیم. و اگر فعلا بیاییم در این قسمت و رن را باز کنیم و فایل را که از اونجا کپی کردیم یا پت را که کپی کردیم اینجا پیست می نماییم و بعدا اوکی می کنیم. خب این صفحه ظاهر می شود. در این صفحه گفتیم دو نوع فایل کریت می شود و یک لاگ فایل هست و یکی در حقیقت خود هم فایل هست. ما تو بله در اینجا دو نوع فایل کریت می شود، یکی فایل هست و یکی فایل هست. و اگر بالا کلیک کنیم در اینجا در پراپرتیز بریم اینجا مشخصاتش بر ما میگه که این MD فایل هست. این MD فایل هست و در اینجا در دیتیلز اگر می رفتیم هم بر ما میگه. خب در بخش اینجا MDF فایل هست و MDF فایل در حقیقت مو فایل های هست که به خاطر ذخیره کردن دیتابیس آبجکت های ما استفاده می شون. یعنی زمانی که ما تیبل کریت میکنیم، ویو کریت میکنیم و غیره تمامش دیتایش
و استراکچر و اسکیما در اینجا ذخیره میشوند، همه میآیند در اینجا ذخیره میشوند و این را نباید دلیت کرد. بعدا میآیند در قسمت لاگ. اگر در لاگ بریم LD فایل هست و LD فایل در حقیقت به خاطر ذخیره کردن ترانزکشن ها استفاده میشد. ترانزکشن ها در حقیقت مو عملیاتی است که ما بالای دیتابیس بالا یا دیتا و یا دیتای خود انجام میدهیم. پس تمام این دیتا میآیند در اینجا ذخیره میشوند و این دو نوع همیشه وقتی که ما دیتابیس را کریت میکنیم دو نوع فایل در امره خود کریت میکند یا ایجاد میکند که یکی هم MDF هست و یکی LDF هست. MDF بخاطر ذخیره کردن تمام آبجکت های دیتابیس ما جمله تیبل، سترکچر و غیره تمامشان ذخیره میشه و دیتایش هم ذخیره میشه و در این قسمت تمام ترانزکشن ها ذخیره میشه و ترانزکشن ها به این معنی که عملیات را که ما بالای دیتا و یا دیتابیس خود انجام میدیم در اینجا و عملیات ذخیره میشه. خب دیتابیس رو کریت کردیم در اینجا. حالا اگر میخواستیم که به شکل کیوری ما چطور دیتابیس رو کریت کنیم، در این قسمت یک آپشن داریم به نام نیو کیوری و این انتخاب میکنیم. صفحه جدید باز میشود، در این قسمت صفحه جدید باز میشود و به خاطر اینکه ما دیتابیس رو کریت کرده باشیم کلید داریم، از DDL کمند استفاده میکنیم و کریت DDL کمند هست نوشته میکنیم کریت دیتابیس و در زمان اینجا به دیتابیس خود نام میدیم. مثلا نوشته میکنیم که my database دفعه نام را 13 برش میدیم و ایر انتخاب میکنیم و در اینجا میاییم ایر رنگ میسازیم. خب ولی کمند در اینجا برای ما میگهد که کمند completed successfully یعنی درست اجرا شد و دیتابیس هم کریت شد. بخاطر از اینکه بفهمیم که واقعا کریت شده میاییم در این قسمت و ایر ریفرش میسازیم و در اینجا میبینیم که دیتابیس ایجاد شده است. خب دیتابیس ایجاد شد و اگر میخواستیم که در دیتابیس تیبل علاوه کنیم و غیره هم از این طریق میتونیم که تیبل و یا تیبل ها را و یا کدام آبجکت دیگر باشد علاوه کنیم. خب میم در این قسمت که ما چطور میتونیم دوباره دیتابیس را حذف کنیم یا دلیت کنیم. بخاطر از اینکه دلیت کرده باشیم میم در این قسمت بالا از زیر رایت کلیک میکنیم. گرافیکلی اگر میخواستیم دلیت کنیم پس در اینجا بتن دلیت را پرس و در اینجا ایره انتخاب میکنیم که دیتابیس ما چی شود؟ دلیت شود. یک طریقش هست و اگر به شکل کیوری میخواستیم که دیتابیس ایجاد شده را قبلا ایجاد شده را دلیت کنیم یا حذف نماییم پس بخاطر از او طریقه دیگری هم وجود دارد یا کیوری نوشته میکنیم. خب نمیفهم چی ایرر داد. خب بله دیتابیس دلیت شد از ماین رفت و اگر اینجا ریفرش بسازیم بله 12 نیست. خب اگر به شکل کیوری میخواستیم دلیت کنیم دیتابیس خود را یا حذف کنیم نوشته میکنیم drop database نوشته میکنیم و نام دیتابیس خود را میدیم. نام دیتابیس ما دیتابیس 13 هست کنترول C و در اینجا کنترول V مینماییم و بعدا ایرا انتخاب میکنیم و ایرا اجرا میکنیم. خب فعلا یک مسیج بر ما در اینجا تور میدهد که cannot دیتابیسی که فعلا اوپن هست و دیتابیس را ما نمیتوانیم که دلیت کنیم. دیتابیسی که فعلا ما در او لاگین هستیم و چطور میتونیم که یعنی دلیت کنیم و در او صورت میتونیم یک دیتابیس دیگر را اینجا انتخاب کنیم یا سیستم دیتابیس را انتخاب کنیم و در اینجا هم نیم کمان سکسسفول شد و ایره ما دلیت کردیم. حالا اگر پس بریم در این قسمت و میم ریفرش بسازیم دیتابیس 13 هم چی شد؟ مای دیتابیس نامش 13 بود، این هم حذف شد. خب طریقه ایجاد کردن و حذف کردن دیتابیس هم گرافیکلی و هم به شکل کیوری را انشالله مختیم. بعد هم در اینجا گفته که چطور میتونیم یک کیوری رن بسازیم و این قسمت های دیگر سیکول سرور انشالله بلدیت داشته باشین و اگر نداشته باشین خب قدر مشکل نیست. این در حقیقت مساحه است که ما نیو کیوری را انتخاب کردیم، صفحه باز شد، در اینجا کیوری نوشته میکنیم و ریزلت در اینجا میاد. ریزلت را در این قسمت بر ما نشان میدهد. مثلا اگر ما خواسته باشیم که به دیتابیس دیگری که ما قبلا ایجاد کردیم در اینجا انتخاب کنیم، مثلا بیایم در بیفور دیتابیس و در اینجا نوشته کنیم که خب سلیکت نوشته میکنم from table person را انتخاب کنیم و بعدا این کیوری را رن بسازیم.
ریزلت رو در اینجا برای ما نشان میدهد. خب این قسمتی است که ما ریزلت رو در این قسمت مشاهده میکنیم و این قسمتی است که ما دیتا را ساری کیوری را نوشته میکنیم و از این طریق میتونیم که کیوری خود را رن بسازیم و از اینجا هم میتونیم دیتابیس را چینج کنیم، یعنی از یک دیتابیس به دیتابیس دیگر رفته میتونیم. خب گرافیکلی اگر کار میکردیم در اینجا میاییم، یعنی میتونیم که از اینجا از یک دیتابیس به دیتابیس دیگر برویم و یا دیلیت کنیم و یا هم دیتابیس ایجاد کنیم. رایت کلیک میکنیم و میگیم که نیو دیتابیس، دیتابیس را ایجاد میکنیم. خب به این ترتیب اگر به دیتابیس هم بریم در اونجا فعلا حذف شد و اگر دوباره ایجادش بسازیم و بریم اونجا دو نوع فایل در اونجا کریئت شده که یکی MDF و یکی هم LDF فایل هست کریئت شده هست. خب برای فعلا همین قدر کفایت میکند، انشاءالله متوقعی را در لکچرهای بعد تعقیب میکنیم. وقت خوش، خداحافظ.